از همان اول به همه جا هر جایی که توانستم نامه نوشتم، پیام دادم، صحبت کردم، از رئیس قوه قضاییه درخواست ملاقات کردم، از همان ابتدا از مسئولان خواهش کردم رسیدگی کنند. به آقای روحانی و آقای ناطق نوری نامه نوشتم، به رهبر پیام دادم، اما هیچ کس توجهی نکرد، حتی یک مرتبه برای دلجویی نیامدند. اما تهدید شدی، خیلی اذیت شدیم و آخر هم قتل شبه عمد زدند و پیگیری های ما به نتیجه نرسید. حالا چرا اینقدر از دیدار ما با خانم اشتون عصبانی هستند؟ ما که از خود آنها میخواستیم رسیدگی کنند و نکردند. بخشی از آنچه که مادر ستار بهشتی، کارگر کشته شده در زندان جمهوری فقیه، نوشته است در پاسخ به اعتراضات مسئولان جمهوری اسلامی به دیدار خانم کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا با مادر ستار بهشتی و خانم نرگس محمدی. سلام به شما از واشنگتن. در برنامه امشب تفسیر خبر در گفتگو با آقای منصور اوسانلو، فعال سرشناس کارگری و سندیکایی که در واشنگتن هستند، پی خواهیم گرفت دیدار خانم اشتون با مادر ستار بهشتی و خانم نرگس محمدی را. همچنان نگاهی خواهیم داشت به تجمع کارگران در برابر مجلس شورای اسلامی و نیز درباره آنچه که در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد در پشت درهای بسته در تهران می‌گذرد و خبرهای دیگر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگه. آقای اوسانلو عزیز سلام به شما. سلام، روزتون بخیر شما و بیننده‌های عزیز. آرزو میکنم که روز خوبی رو داشته باشید و در خدمت شما هستم. آقای اوسانلو، واقعا آرزوی ما بود که در این 30 چند سال شب عید نقل کننده خبرهای خوب و مثبت و شاد باشیم. متاسفانه اینطور نیست، از سال بدتر از سال قبل. الان در ارتباط با وضعیت کارگران، کارگر نازنین و گرامی ستار بهشتی رو به زندان میبرن، به چه دلیلی همه میدونیم، هیچ دلیل وجود نداشت. چند روز بعد جسدش رو تحویل میدن و بعد خانواده رو تهدید میکنن و بعد وزیر خارجه اتحادیه اروپا، مادر ستار بهشتی، سرکار خانم گوهر عشقی میگن ما به همه گفتیم، هیچ کس رسیدگی نکرد. وزیر خارجه اتحادیه اروپا به دیدار ایشون میره. چرا این همه جنجال از سوی مسئولان جمهوری اسلامی؟ چرا این همه اهانت؟ واقعا چرا آقای حسن؟ من فکر میکنم اینکه مادر یک کارگر شهید، کارگری که در فقیرترین نقاط جنوب تهران در منطقه اسلامشهر دست میزنه به اقدام، خود ستار رو دارم میگم، و وبلاگی راه میاندازه و در اون وبلاگش از کسانی مثل نسرین ستوده حمایت میکنه، مسائل و مشکلات دردمندان جامعه و محله اطراف خودش رو منعکس میکنه و درخواست آزادی و عدالت در کشوری که زندگی میکنه رو داره و اینکه این شجاعت رو داره که پای پیام ها و اخباری که داره میایسته. خب خود این مجموعه برای این حکومتی که دیکتاتوری هست سنگینه و بعد این کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی دستگیر میشه و اونطور بیرحمانه شکنجه میشه فقط به خاطر
شجاعتی که داره و اون که به بازجوهای خودش میگه من از شما نمیترسم و پای حرف حقی که زدم ایستادم و آنقدر این فریاد آزادی خواهی و حق طلبی خودم را خواهم گفت که به گوش همه جهانیان برسه. خب این به مذاق آقایون خوش نمیاد و رفتار غیر انسانی میکنن و باعث مرگ ستار میشن. از اون طرف مادر ستار با ایستادگی که روی عقاید پسرش میکنه و همینطور خونخواهی که نسبت به او داره، خانواده ستار خانواده شجاعی هستند که چون یک خانواده کارگری هستند و چیزی برای از دست دادن ندارن. علاوه بر مادر ستار، خانم عشقی، خواهرش و دامادش هم همینطور مصاحبه‌های جانانه‌ای کردن و فیلم‌هایی از اونها منتشر شد، هم در ماهواره‌ها و هم در فیسبوک. اینکه حکومت چنین برخورد خشنی میکنه و توهین میکنه ملاقات ایشون رو، یعنی خانم عشقی رو، مادر ستار رو، با خانم اشتون در سفارت اتریش در تهران به همراه نرگس محمدی و دیگر زنان فعال ایران، این هم باز چیزی بود به نوعی پیشبینی شده، چون خانم محمدی اعلام کرد که برای همه ما دعوتنامه رسمی خانم اشتون فرستاد، ما رفتیم به ملاقاتش. و مادر ستار هم در این گفتگو باز هم همون خونخواهی رو کرد، حق طلبی رو کرد و حق آزادی بیان و دفاع از عقاید فرزندش و اینکه چه کسانی واقعا عامل مرگ فرزند شدن و محاکمه قانونی اونها رو خواستار شده. و موقعی که مقامات داخلی نمیتونن یک خواسته بر حق دادخواهی که توی اصل 35 قانون اساسی خودشون هم اومده رو رعایت کنن، طبیعی است که هر انسانی در مراجع بین المللی خواهان این احقاق حق بشود. به همین دلیل هم موقعی که خانم اشتون ملاقات کرده با مادر ستار، خانم عشقی همین حقایقی که در کشور ما میگذره و ظلمایی که داره به خانواده‌های زندانیان سیاسی میشه و آنچه که بر زندانیان میرود رو موقعی میگوید، مسلم است که آقایون به کامشون خوش نمیاد و توهین میکنند و یکی از مسئولین میگه با تعدادی افراد معلوم الحال. که معلوم الحال یعنی کی؟ یعنی مادر یک شهید، یک زن کارگر در پایین‌ترین نقطه شهری در اسلامشهر، اما در بالاترین نقطه انسانیت و شجاعت. چیزی و نقطه اینه منصور خان، ببینید آخه مسئله اینه، این حرف درن چه کسی در میاد؟ آقای سعید جزائری با عنوان پرطرفدار معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اون هم در امور فرهنگی. این آدم که استران دیده یک مقام بلند پایی نخستین حکومت الله بر زمین هست، اون چیزی که میگن، و آقای خامنه‌ای بارها گفته ما رهبر ابرقدرت معنوی جهان هستیم، اینجور حرف زدن. البته مادر ستاره بهشتی قطعاً دیدید که جواب دندان شکنی داده واقعا به ایشون. برای میگم اجازه میدید من یه قسمت چه بخونم برای بینندگان؟ بفرمایید. برای میگه من معلوم الحالم از لحاظ ظلمی که به من رفته، من معلوم الحالم از لحاظ داغ بچم که روی سینم است، معلوم الحالم از این نظر که هیچ کسی دست مظلوم را نگرفت و مظلوم واقع شدیم. نرگس عزیز هم همینطور، دنیا مرا میشناسد، نرگس را می شناسد، انتظاری بیشتر از این از اینها نمی رفت. چقدر پاسخ درست و محترمانه و واقعا در خور بانوی بزرگ و بزرگواری مثل خانم گوهر عشقی است چون این پاسخ داد. می فرمودید بله. یعنی ببینید منصور جان، من یه پرسش دارم. ببینید این حکومت روی دوش روایات ملایان شیعه به قدرت رسید آقای خمینی. یعنی اومدن گفتن امام اول شیعیان علی وقتی که قاتلش در زندان بود به فرزندانش سفارش کرد شما با این قاتل هیچ رفتار غیر انسانی نکنید، قصاصی اگر هست باید تعیین بشه اون چیز بشه. یکی این، یکی هم خلیفه دوم مسلمانان از عمر نقل کردن هست، همین آقایون خامنه‌ای اینها در زمان روزخانی که در مجلسی که سخن میگفت من راه راست رو برخواهم گزیدم و خواهم داد، عربی برخواست و گفتش که اگه راه راست نری با این شمشیر رو راستت میکنم، دو نیمت میکنم.
اتفاقی هم براش نیفتاد. نه هست ستار کارگر ساده ایرانی، کارگر دلپاک ایرانی بدید در حکومت نخستین حکومت الله وارثان چنین کسانی به چنین روزی میفته. مادر ستار میبینیم به چه روزی افتاد. بفرمایید. خب همینطوری که شما گفتید، اون کسی که مسئولیت فرهنگی سپاه پاسداران رو به عهده داره، خب فرهنگی رو که داره به نمایش میگذاره و خب فرهنگ سیستم حکومتی که به جای حق طلبی و دادرسی به داد مادری که دادخواهی میکنه مجبور میشه که اینطور رفتار توهین‌آمیز کنه و این بیانات رو بگه، جوابش هم همون جواب بسیار شایسته است که همونطور که شما خوندید که خانم عشقی داد و این معلوم الحال بودن رو مشخص کرد. اتفاقا امثال آقای سعید جزایری هم معلوم الحال بودنشون برای مردم ایران اینطوری مشخص میشه و مسئله اساسی اینه که نشون میده تمام روایاتی که آقایون در تمام این سالها گفتند و قبل از به قدرت رسیدنشون و بعد از به قدرت رسیدنشون جمعاً باعث شد که این مردم اینها رو بهتر بشناسن و امروز بدونن اون کسانی که روایات آنچنانی رو در رابطه با حضرت علی و دیگران گفتن، خودشون موقعی که در قدرت رسیدن آیا به اون روایاتی که میگفتن عمل میکنن یا نه، که نشون میده عمل نمیکنن و این ظلم و توهینی که اینها به مردم میکنن حتی در مقابل یک بانوی 60 چند ساله که فقط خونخواهی فرزندش به میدان آمده رو تأمل نمی کنن. همونطوری که وجود شاهرخ زمانی رو در زندان رجای شهر تأمل نمی کنن، می فرستنش به زندان قزل‌حصار و به شکل نامعلوم بدون هیچ وسیله ای. همینطوری که رضا شهابی رو شکنجه می دن، گردنش رو به نوعی در حد شکوندن آسیب می زنن که تا حالا دو دفعه ستون جراحیش مورد جراحی، ستون ببخشید فقراتش مورد جراحی قرار گرفته و دیروز هم دوستان سندیکای شرکت واحد در بیمارستان امام خمینی به ملاقاتش رفتن و هنوز مداوا نشده و همینطور که امثال افشین اوسانلوها و محسن دگمچیها، علیرضا کرمی خیرآبادیها، حجت زمانیها رو در زندان به عنوان بیماری میکشن و ده ها نفر رو اعدام میکنن بدون اینکه پرونده اونها روشن باشه. این روشی است که آقایون به کار میبرن در مقابل یک زن شجاع حق طلب با اون بیان فرهنگیشون. اون هم رفتاری است که با زندانیان مظلوم میکنن در مقابل رفتاری که خودشون میگن حضرت علی با ابن ملجم هم گفته بکنید. مجموعه اینها معلوم الحال بودن این سیستم حکومتی و قوه قضاییه و روشی رو که نظام ولایت فقیه در جامعه ایران داره به همه ما نشون میده. امیدوارم که مردم ایران با دیدن این واقعیت ها به هر حال تصمیم های جدی تری رو برای تعیین سرنوشت خودشون بگیرن. هم میهنان ما شاید دارن یک امتحان تاریخی رو از سر میگذرونن که امثال سعید جزایری این حرفا رو بایستی برای اونها بزن. خب دردناک از شکنجگری که ستار بهشتی رو کشته به مادرش تلفن میزنه یا رو در رو هم حتی میه با خنده و خوشحالی که ستار رو زیر دست من رفت. این از افتخارات آیت الله خمینی است و از افتخارات همه کسانی که میبخشید در این حکومت نقشی داره، در حکومتی که مجری عدالتش یا بازجوش چنین رفتاری داره و اون یکی چنان. اما بعد در مجلس جمع شد گروهی از کارگران آقای اوسانلو و بازنشستگان طلب حق و مطالباتشون رو کردن. تا به حال این تجمعات نتیجه داده؟ امیدی میره که پاسخ مثبتی داشته باشه؟ اولا که بدونیم اینا چرا آمدن، بیننده های ما هم در جریان خبر کامل قرار بگیرن. ضمن تشکر از توجه شما، این 500-600 نفر کارگری که آمدن جلوی تامین اجتماعی در رابطه با این مسئله بود که به راحتی دولت و مجلس جمهوری اسلامی دست به دست هم دادن و میخواهند آن بخش از بیمه درمانی این کارگران و بازنشسته ها رو
که زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی هست متصل کنن به خدمات درمانی دولتی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان، برخلاف اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و برخلاف حق بیمه که کارگرها دارن میپردازن به صندوق تأمین اجتماعی، و این صندوق تأمین اجتماعی که با پول کارگرها تشکیل شده، با حق بیمه اونها به وجود اومده، نزدیک به 80-90 سال از عمرش میگذره، از اولین زمانی که حساب کنیم بحث بیمه درمانی و صندوق های حمایتی به وجود اومد در ایران، با پولی که از حقوق کارگرها کم شده و به این صندوق ریخته شده، و این تباعث شد که این تجمع صورت بگیره و اعتراضی که این کارگران به نمایندگی از بقیه شاغلین و بازنشسته های سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد. و این بنگر این است که دولت حاضر هم ادامه دهنده راه دولت قبلی هست در جهت پایمال کردن حق و حقوق کارگران، و با اینکه این لایحه‌ای رو که دولت میخواد به عهده بگیره که ما وظیفه نظارتی رو هم در بخش درمان خودمون میخوام انجام بدیم، معنیش اینه میخوان اون 60,000 میلیارد تومانی رو که خودشون اعتراف کردن بدهکار هستن به صندوق تأمین اجتماعی، با قورت دادن سازمان تأمین اجتماعی تو شکم دولت از بین ببرن، و در صورتی که این لایحه به تصویب برسه فساد در تأمین اجتماعی که چندی پیش توسط خود مجلس افشا شده بود بیش از گذشته خواهد شد، چرا که الان حداقل به عنوان یک سازمانی که ظاهر مستقلی داره ولی زیر نظر دفتر رئیس جمهوری هست میشه کارگرها این اعتراضات رو هم بکنن، فردا که اصلا بخشی از خود سیستم دولتی بشه دیگه جای هیچ اعتراض را میخوان باقی نگذاره. دولتی که نمیتونه 60,000 میلیارد تومان بدهیش رو بده، راه رو در این دیده که صندوق تأمین اجتماعی رو به کل تبدیل کنه به یک بدنه دولتی خودش و یک شاخه درون حکومتی که هیچ گونه حق نظارت و اعتراضی رو هم باقی نذاره. و قسمت دوم این که آیا این اعتراضات نتیجه میده؟ ببینید بحث این نیست که یک اعتراض یا دو اعتراض نتیجه بده. هر کدوم از این اعتراضاتی که صورت میگیره بیانگر این است که بخشی از جامعه داره بیدار میشه و در مقابل تجاوز به حقوقش داره ایستادگی میکنه. این که این کارگرا میان و زیر فشار امنیتی، اگر عکساش هم دیده باشید که در سایت ایلینا و سایت سندیکای فلز کار مکانیک منتشر شد، پلیس زیاد و نیروهای امنیت زیادی هم اونجا محاصره کردن این کارگرا و بازنشسته‌ها رو، ولی اینها با شجاعت اومدن، نامه هاشون کاغذ هاشون دستشونه و این فریاد اعتراضی که میزنن بخش های خفته جامعه رو هم بیدار میکنه و توجه رسانه خوبی رو هم مثل رسانه‌ای که الان شما دارید ازش استفاده میکنید و این اخبار رو با کمک دوستان دیگر و از جمله من سعی میکنیم هم تحلیل کنیم هم اطلاع رسان کنیم به بخش های دیگر از جامعه که بی اطلاع میرسونه، و مطمئنن این حضورهای در میدان باعث میشه که حضورهای بیشتری رو در آینده ما شاهد نیست. تردیدی نیست منصور خانم، من فرمایش شما کاملا درسته. من پرسشم بیشتر این بود، یعنی در واقع این بود که در اینکه اثر داره، در اینکه گسترش پیدا میکنه بدون تردید همونطور که شما فرمود، اما پرسش این بود که آیا این مجلسیان توجه میکنن، این مجلسیان واقعا به وظیفه‌ای که دارن انجام میدن اون وظیفه رو، یعنی چون که این مجلسی ها هم نماینده مردم نیستن، که نماینده ولایت فقیه هم با تایید شورای نگهبان، بیشترشون هم تو بدنه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات کار کردن، حالا اومدن تو دولت و مجلس. اما این که در مقابل چنین مجلسی این مردم میان، کارگرها، کارمندان، نمیدونم در رابطه با خبرات روستایی که چندی پیش دوباره داشتیم و کسان دیگه، به نوعی هم مسئولیت اینها رو دارن بهشون یادآوری میکنن، دو به نوعی یک مرکزی میشه برای تجمعات آینده. اینجا میدونه بهارستان از زمان انقلاب مشروطه این سابقه رو داره و یک سابقه تاریخی رو این حضور زنده میکنه. سومندش در صورتی که این عدم توجه دامنه دار میشه، اون بخشی از بدنه جامعه که از آگاهی کمتری برخوردار هست هم این آگاهی رو به دست میاره که این حکومت، این دولت و این مجلس هیچ کدوم پاسخگوی این مطالبات نیست.
در نتیجه با این یخ اعتمادی که قبلا بود به این سیستم که به تدریج این نقطه امروز رسیده و شکست شده، حالا مردم وقت این تصمیم رو خواهند گرفت که نه تنها از مجلس و دولت نخوان، بلکه با یک حضورهای بزرگتری تصمیمات اساسی تری رو برای رسیدن به این خواستهای خودشون خواهند گرفت، که حالا زوده من جز به جزش رو بخوام پیش بینی کنم مثل یک غیبگو. اما روال این اعتراضات و روال بی‌پاسخ ماندنش از سوی مجلس و دولت و نهادهای دیگه خود به خود مردم رو به یک ناباوری کاملی میرسونه نسبت به تمام اجزای این سیستم. و بعد کل این سیستم که سیستم ولایت فقیه هست و پوچی و بی‌اعتباری نظام ولایت فقیه برای طبقات زحمتکش و محروم جامعه که تا به حال اونا رو فریب دادن روشن میشه با این تعرضات. و راهی رو که این تعرضات پیش میبره، این حرکات میره و مجلس هم به قول شما، سوال شما به نظر من هم جوابگو نیست، حتما در مراحل بعد به نقاطی میرسونه که کس نخاره پشت من جز ناخن انگشت. بله، و بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی ببرن. بله، عرض کنم خدمتتون صحبت بیمه های اجتماعی شد، من این بخت رو داشتم که با آخرین سرپرست یا آخرین مسئول در پیش از انقلاب از نزدیک آشنایی داشتیم، چون از همکاری ما برمیگشت به زمان طرح نیشکر هفت‌تپه مهندس محمد رضا نقابت، که چه طرحهایی ایشون داشت برای گسترش خدمات بیمه و درمانی کارگران به خصوص و که انقلاب مثل خیلی چیزهای دیگه ویران کرد. آقای نقابت گرامی در لس آنجلس هستن، تنشان سالم باشه و آرزوهاشون امیدواریم یک روزی جامعه عمل بپوشن. اما چند خبر داریم منصور خان، با اجازه شما این خبرها رو شما به طور گسترده تر در جریان هستین، برای بینندگان من با اجازتون بخونم خبرشو. این 60% کارخونه‌های بیرجند در حال تعطیلیه و 500 کارگر شب عید در آبدینه، یه سنت شده هستن، حقوقشون رو دریافت نکردن که پیش بینی میشه در حال تعطیلی کامل هست. 800 کارگر پتروشیمی تبریز خواستار توماری رو امضا کردن از روحانی، حسن روحانی، حجت الاسلام روحانی، هر چی که هست، تقاضا کردن که وعده‌ای رو که داده عمل کنه. قانون صنفی معلمانه عزیز هم خواسته از دولت همین آقای روحانی که حق اعتراض صنفی رو به رسمیت بشناسیم. چند خبری هست و خبرهای دیگه، امیدواریم در شب عید خبر خوشحال کننده ای برای کارگران داریم. منصور خان، شب عید هست، جز گرونی آب و برق و یک خبری که بتونیم واقعا نیست. باور کنیم من گشتم گفتم آخه یه خبر درست حساب بگیم. بفرمایید. ممنونم این که شما اینقدر مثل خود من دردمند هستید و باعث میشه این برنامه کاملا با احساس واقعی خود ماها که دستمزد بگیر هستیم برای مردم پخش بشه. خبر خوشحال کننده من در این سیستم حکومتی که چیزی رو به مردم نمیده، اون خبرهاییست که مثل این تجمعات و حضورهاست، از جمله حضور سندیکالیستا و کارگرای شرکت واحد دیروز که رفتن جلوی وزارت کار و یک تجمعی رو برای افزایش دستمزد داشتن، مثل همین کارگران تبریزی و کارگران پتروشیمی جنوب و بقیه کارگران ایران، که کم کم این جنبش درخواست افزایش حقوق داره به یک جنبش همبستگی ملی کارگری و کارمندی تبدیل میشه، از جمله همین کانون صنفی معلمان که در حال گسترش سازمانهای خودش در تمام شهرها هست و جدیدن هم که در چند شهر مثل کرمانشاه، پاکدشت و شهرهای دیگه هم دفاترش رشد کردن، به شعب تبدیل شدن، هم تعداد زیر مجموعه هاشون از 50 شهر گذشته و کسانی دارن این فعالیت کانون صنفی معلمان رو پیش میبرن که حکم زندان 10 سال، 8 سال، 5 سال و 6 سال بالا سرشونه، ولی با شجاعت در جهت گسترش کانون صنفی معلمان رو به عنوان یک کانون سراسری و سندیکای سراسری معلمان ایران
پیش میرن و امیدواریم که با پیوندی که بین قانون صنفی معلمان و سندیکای فعال زیر فشار حکومتی که دولت میزنه از جمله سندیکای شرکت واد و فلزکار مکانیک، ما ببینیم که اون خبر خوشی که شما میخواید و همه مردم میخوان با تلاش مردم حقوق بگیران ایران در سطح جامعه ببینیم. امیدواریم برسه روزی نه چندان دور که باز کارگر ایرانی شب عید سفره رنگین داشته باشه، لبه خندان و خانوادش هم شاد و تندرست و فرزندانشون هم با امید با آینده روشن در کشورشون زندگی کنن، نه در زندان باشن مثل رضا شهابی عزیز و بقیه و همینطور معلمان مثل رسول بوداغی گرامی و بقیه عزیزان. اما این حداقل دستمزد کارگران، من چون خانهای نمایندهی از کارگران، نماینده واقعی انتخاب شده کارگران هست در تعیین حداقل دستمزدها که ظاهرا پشت درهای بسته داره انجام میشه، مثل غنی‌سازی اورانیوم شده اساس مملکت دست کارگراست. یعنی چه در جریان نیستن؟ چرا شما نیستین تو اون جلسه ای که قراره دستمزد کارگران؟ یا دوستان شما آقای شهابی به جایی که با گردن تقریبا شکسته انسان نازنین، چرا در اون جلسه نیست مثلا؟ علتش چی هست اگه واقعا به سود کارگران داره عمل میکنه؟ دلیلش اینه که خود این حکومت روحانیون که اصلا کار نمیکنه، پس اصلا ربطی به کار و کارگر نداره، مدعی نمیشه با خمس و زکات و حق امام و حق سید و این چیزا زندگی کردن، بعدم با فریب مردم. کسایی که به عنوان نماینده کارگر دارن میبرن اونجا که اینا همشون شورای اسلامی ان و اطلاعاتی ان و انتخاب شده کارفرما و دولت و حکومت، ربطی به کارگران نداره. کسایی مثل اولیا بیگی ها و حسن صادقی ها که تازه به سندیکای ما حمله کردن، خود ماها رو ضرب و شتم کردن و در پرونده سازی علیه سندیکا نقش اصلی رو اونا داشتن. سومیش هم کسایی که نماینده کارفرماها هستن که اونا مثلا ربطی بهشون نداره و مدافع افزایش حقوق نیستن. به همین دلیل شما میبینید که این نور پنهان از چشم مردم دارن این جلسات رو پیش میبرن. دو تا رقم 35% از سوی این شوراهای کارفرمایی، من میگم به جای کارگری، شورای اسلامی و انجمنهای کانون صنفی دولتی که وزارت کار احمدی نژاد انتخاب کرد و 20% افزایش هم از سوی نماینده های کارفرما تو همین هیئت سه جانبه مطرح کردن، که چون میدونن هیچ کدوم از این رقم ها جوابگوی هزینه واقعی زندگی نخواهد بود، با این بهانه و کلک ها و درهای بسته میخوان کشش بدن تا برسه به تعطیلی شب عید و از ترس اینکه این مسئله رو اعلام بکنن، با توجه به اینکه در سطح کشور از زمانی که اون تومار 40,000 امضا برای افزایش دستمزد جمع شد و 2,000,000 تومان حداقل دستمزد رو کارگر رو مطرح کردن، با اعلام یک رقم غیر واقعی با یک تظاهرات سراسری شاید روبرو بشه حکومت در مقابل کارگرها و حقوق بگیرا. به این دلیل بردن پشت درهای بسته و از این طرف همین خبرها رو دادید، در همه جا این موج درخواست دستمزد واقعی بالا میره، از جمله حضور سندیکایی ها شرکت واحد همین دیروز که جلسه بوده جلوی همین دفتر، یعنی چیز وزارت کار، برای بالا بردن واقعی دستمزدها به نسبت نرخ تورم. ظریفی منصور خان نوشته بود، وقتمون کمتر 2 دقیقه از نوشته بود که تمام اصناف اگه اعتصاب کنم، صنف شما اعتصاب کنم، خب معلومه چه میشه در تهران شرکت واحد اعتصاب کنم، هر صنفی لطمه میخوره به جامعه الا صنف روحانیت. اگه اعتصاب کنه نمیذاریم نمیشه، نه تنها به جای لطمه نمیخوره بلکه وضع شاید بهترم بشه. و که پیشنهاد دیگه که خود من این پیشنهاد بارها دادم مطرح کردم، شما اشاره کردین خمس و زکات از این طریق زندگی میکردن روحانیت ملایان شیعه، اما الان با داشتن 95 میلیارد دلار یک رقم از یک بخش از دارایی های خامنه ای، رویترز تحقیقاتش منتشر شده اینو گزارش کرده، همه میدونید الان وقت اون شاید رسیده که الان این روحانیت بیان به مردم خمس و زکات بده، یعنی آقای خامنه ای بیاد یه خمس و زکات بده به کارگران ایرانی، به بقیه. این پول حالا درست که مال خودش نیست و
برداشت از همون سفره‌ای که برداشته یه مقدارشو برگردونه به همون سفره. یک نکته رو من سر خوام من باز بگم در ارتباط با ستار عزیز بهشتی ما. ببینید آمریکا ممکنه 1001 بدی داشته باشه از دید خیلی ها، ممکنه بگن، ولی در مورد دستگاه قضایی مملکت همین روزها شخصی به اسم آقای گلنفورد، هم اسم اون هرپیشه دهه 50-60-70 از زندان آزاد میشه بعد از 30 سال که محکوم به اعدام. اولا اینجا وقتی کسی محکوم به اعدام میشه نمیبرن در میدون بلافاصله اعدام کنن و یک عده هم جمع بشن صلوات بفرستن، نگه میدارن، سالها طول میکشه تا اعدام میشه. در این فاصله این امکان رو هم پیش میارن که دوباره مورد دادرسی قرار بگیره، شاید بیگناه باشه. نمونهش ایشون آقای گلنفورد معلوم شد بیگناه، تا پای دار رفت، بالای دار نرفت یا اتاق الکتریک. اما در ایران چطوری نیست، گناهکاران معمولا بالای دار میرن، بیگناهان و گناهکاران همچنان بر مسند حکومت و قضاوت نشستن، مثل آقای پور محمدی که قاتل چند هزار نفر هست، وزیر دادگستری است. من سرخان نکته هست در دقیقه آخر، من خیلی پرچونگی کردم، برنامه شماست، من زیاد صحبت کردم، بفرمایید اگه نکته هست یک دقیقه وقت داریم در خدمت. خواهش میکنم. ضمن این چیز درستی که شما گفتید که حکم اعدام در بسیاری از کشورها دیگه ملغا شده و اعدام اصلا نمی کنن و فرصت بازسازی به کسانی که قربانی اجتماع هستن، که خیلی هاشون تو کشوری مثل ما حداقل که به دلیل شرایط ظالمانه اینها ممکن است خلافکار بشن، درباره روحانیت که گفتید اگه میخواد چیزی از اینها بگیرید نمیتونید. اینا حتی تو آبم که افتاده بودن داشتن غرق میشدن همه مردم اینو میدونن، موقعی گفتن دستتو بده تا نجاتت بدیم دستشو نداد، اما یه نفر به روحانی که تو این آب افتاده بود گفت دست من بگیر و بیا بالا، دست اونو گرفت و اومد بالا. اینا فقط میگیرن، چیزی نمیدن. حق حقوق مردم رو گرفتن، شده 100 میلیارد 200 میلیارد 1000 میلیارد. آرزو میکنم که خود مردم با آگاه شدن و با دیدن این واقعیت ها دوش به دوش هم بدیم، دست به دست هم بدیم و تغییر اساسی رو ایجاد بکنیم. همون که فرمودید، کس نخواهد پشت من جز ناخونه انگشت. وقتی که به این فکر بیفتیم اون وقت همه توجه خواهند کرد، حتی اتحادیه اروپا، حتی واشنگتن و جاهای دیگه، به اون چی که دقیقا در ایران میگذره به طور دقیق توجه خواهند کرد. با سپاس بسیار منصورخان حسانلوی گرامی، سپاسگزار هستیم از شما. خواهش می‌کنم برنامه با امید دیدار. این برنامه رو پیشا پیش تقدیم می‌کنیم به همه کارگران زندانی، به روان پاک و جاویدان ستار بهشتی، به همه کارگران زندانی، همه معلمان زندانی و کودکان دروازه‌قار که در چند صد متری بیت رهبری جمهوری اسلامی طبق گزارش‌های رسانه‌های خبری دولتی در تهران خرید و فروش می‌شود. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگر. سلامی دوباره به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید. چون پنج شنبه شب‌های اخیر در این نیمه برنامه آقای علیرضا رضایی عزیز، طنزپرداز ارزشمند و سرشناس ما، با من و شما هستند. اخبار ویژه در ولایت رو، ولایت فقیه رو بررسی میکنیم زیر ذره‌بین طنز آقای علیرضا رضایی گرامی. سلام به شما آقای رضایی عزیز. سلام به شما آقای چلنگی عزیز و بینندگان خوب برنامه. من اگه اجازه بدید اول برنامه میخوام تبریک بگم آزادی آقای عبدالله مؤمنی رو از زندان که امروز اتفاق افتاد بعد از پایان 5 سال محکومیت زندان. ایشون امروز آزاد شدن
البته خود طبیعتا مهم اینه که این اتفاق در دوره آقای روحانی افتاده و طبیعتا نشان از تدبیر و امید و اینها هم میتونه باشه در روزهای آینده، ضمن اینکه آقای بنگیمون هم همین دیروز پیروز انتقاد کرده بود که آزادی زندانیان سیاسی در ایران مورد توجه قرار نمیگیره و اینها، که آزادی ایشون بعد از 5 سال تحمل زندان و پایان حکمش میتونه مشت محکمی باشه به دهان هر کسی که تدبیر و امید دلش بخواد. یعنی ایشون زندانیشو کشیده و آزاد شده دیگه. بله، این اتفاق مهم در دولت تدبیر و امید افتاد، ولی چطور خب 5 سال زندان ایشون در دوره آقای احمدی نژاد تموم نشد. منظور شما رو من درست فهمیده باشم، 5 سال هم میتونه زندانی تموم بشه ولی همچنان ادامه پیدا کنه مثل آقای بروجردی بقیه؟ بله بله، این اگه دولت تدبیر و امید روی کار نمی اومد این اتفاق نمی افتاد. خب شما اگر اومدن و گفتن که ما میخوایم آزاد کنیم وقتی محکومیتشون تموم میشه و خودشون دلشون نمیخواد از زندان برن بیرون، چه خواهید گفت؟ شاید هم این باشه. والا این دولت حقوقدان سرهنگ نیست، اینا موارد سرهنگیه و فکر نمی کنم که به این دولت شامل حال این دولت بشه. بگم اینقدر زندان های ما به قول آقای لاجوردی دانشگاه دوست ندارم برن بیرون. نه خیلی نم هستی برحال امیدوارم همه زندان. بله بفهم. سرهنگ نیست برحال در این دولت، این امورات سرهنگی رو دولت‌های قبلی به اندازه کافی بهش رسیدگی کردن، امورات حقوقی قراره که الان البته تازه حدود 7-8 ماه از این دولت گذشته و ما نباید انتظار داشته باشیم. امیدوارم در سالهای آینده بتونیم از دولت انتظار داشته باشیم و این موارد حقوقی رو این دولت بررسی کنه و پیگیری کنه. من فکر میکنم چند سال هم گذشته هنوز ما انتظاری نداریم آقای رضایی، اگه منظورتون بنده است فکر میکنم شما دولت آقای روحانی رو خبر داریم. اینم هست. البته خب این تنها چیزی رو که انتظار داریم این کشفیات تازه هست که مرتبا کشف میشیم، از جمله آقای مهدوی کنی از ارکان مهم ولایت که ایشون در جریان هستن، قطعا که کشف کردن که انشتین شیعه بوده، مرجعشون هم گفته کتاب‌های خارجی. بله. اینو بله بفرمایید. خواهش عرض کنم که کتاب‌های خارجی که خب ما به غیر از ایران یه ونزوئلا رو قبلا داشتیم که اون هم الان دیگه با مرگ مرحوم چاوز نداریم، یه دونه سوریه هست و الباقی خارج دیگه، هر کتابی که بیاد میشه خارج. در یکی از اینها نوشته، البته 1 سال پیش هم تلویزیون ایران اگر اشتباه نکنم یک مستند خیلی دقیقی رو در این مورد ساخت، منتها خب به هر حال تلویزیون ایران کسی زیاد و اندازه به هر حال رئیس مجلس خبرگان رهبری کسی اهمیت نمیده بهش. تلویزیون ایران ساخته بود و گفته بود که اینشتین مکاتباتی داشته و بعد اعلام کرده که نه تنها مسلمونم شیعه هستم. این اسناد گفتن در اختیار انگلیسی هاست که حتی فوتوکوپیش هم به ما ندادن. 10 دقیقه بعد تو همون برنامه اون سند رو نشون دادن، یعنی یه جاهایش رو که تایپ شده بود با دوربین از روش رد شدن و گفتن این بوده. آیه مهدوی کنی این بار بله از روی کتاب‌های خارجی، چون ایشون مطالعه تو مجلس خبرگان خب کاری ندارن، میرن کتاب‌های خارجی میخونن، از روی اون فهمیدن که نظریه نسبیت اصلا اینشتین متاسفانه نمیدونسته که 1400 سال قبلش این کشف شده و اصلا اجرا شده، عملی شده، یه بار اتفاق افتاده. به این نشون که گفت موقعی که پیامبر به معراج میرفتن وقتی رفتن و برگشتن در خونه همچنان تکون میخورد، چون در نظریه نسبیت ذره از در خارج میشه و از همون درم بر میگرده. حتی ایشون گفتن و آقای قرائتی هم بعدا تکمیل کردن که چکش روی در همچنان تکان میخورد وقتی که این اتفاق افتاد و نسبیت در اونجا کشف شد، چکش روی در هم تکان میخورد، چون خیلی اصرار داشتن که از در خارج بشن، حتما ذره از طریق در باید
به سرعت 300 هزار کیلومتر و اینا که آقای مهدوی کنی بیشتر واردن برسه و به این شکل شد که اینشتین متوجه شد که از پیروان امام صادق هست و به شیعه گروید، یا اولش اصلا شیعه بود بعدم فهمید. حتی این متاسفانه نوارش کامل منتشر نشد. در زمان جوانی به اینشتین میگفتن آلبرت امین. این رو آلبرت امین؟ بله بله. آره این بله بله درست. حالا این نوار آقای کنی رو موافق هستین آقای رضایی ببینیم؟ شاید بعضی از بیننده های ما ندیدن. 100% من هر روز یکی از علاقه مردم مستفیز میشیم همه ما با هم، همه با هم به سوی آیت الله کنی برویم. میشنم اینشتین یک چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمون شدم، شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم، از کتاب های خارجی هم. که اینشتین میگه من وقتی که مسئله معراج پیغمبر اسلام رو شنیدم که پیغمبر معراج کرده رفته و برگشته در خونه تکون میخورده، یک سیری که بیشتر از سیر نور بوده، نوری که هر ثانیه نمیدونم 300 هزار کیلومتر راه میره، پیغمبر زودتر رفته در تکون میخورده اون چکش در، برگشته پیغمبر، همه عوالم هم دیده. این همون حرکت نسبیتی است که اینشتین درک کرده و حرکتی است که شبیهش مولا صدر درک کرده، مسئله حرکت جوهری. و حرکت جوهری حرکت مکانی به این معنا نیست که از اینجا تا اون بر خیابون 10 دقیقه طول میکشه، یک حرکت نوری، بلکه حرکت روحی است، بالاتر از نوری است. این حرکت روحی رو اینشتین میگه در من روایات اسلامی و روایات اهل بیت پیغمبر دیدم، فهمیدم اونا همین حرفا رو قبل از ما درک کرده بودن. حالا آقای رضایی، آقای کنی اینی که شیعه بودن اینشتین که ثابت کردن، هیچی حرفای شما رو هم تایید کردن، یعنی اون چوری که گفته بود در چکش در به همین با همین. حالا با گروه تحقیق در واقع در این زمینه اسناد تازه‌ای رو در حوزه به دست آوردن که ما تونستیم بخشش رو به دست بیاریم، حالا چجور نخواهیم گفت. یکی مراسم اسلام آوردن اینشتین هست و شیعه که تنها نبوده، اتفاقا با یک سری آدم های دیگه بوده که خانوم هم بودن، فک فامیل اینشتین هم بوده. الان نشون میدن، البته اون موقع هنوز گشت ارشاد اختراع نشده بوده، در نتیجه خانوم ها بی حجاب هستن. به این شکل موقع شهادت دادن اینشتین دستش بالا میکنه و یاد نداده بودن، هنوز انقلاب صادر نشده بود که چطور شهادت اینو میبینیم. این نقص. یه نکته دیگه آقای رضایی، شما حتما اطلاع دارین که دکتر حسابی دانشمند ایرانی با اینشتین ملاقات کرده بود. دکتر حسابی؟ بله. دکتر قاسم غنی هم که یه نسخه حافظ دارن عکسشون، این عکس عبدالکریم قاسم هست گذاشتید شما، قاسم غنی نه عبدالکریم قاسم، بله ببخشید استودیو اشتباه کردم، عبدالکریم قاسم رئیس جمهور شیعه عراق بود، ببخشید بینندگان ما. بران قاسم غنی هم دیدار کرده بود، کسی که در خواستگاری از فوزی هم نقش داشت از طرف دربار ایران، حافظ نسخه حافظ ایشون هم خیلی معتبر هست و ایشون این بیت هاتف اصفهانی رو گفته بود، دل هر ذره را که بهش کافی آفتابیش در میان بینی. اینا شاید اینا همه تایید میکنه حرفای آقای کنی رو. کنی همون تلفظ انگلیسی غنی هم میتونه باشه. برای ارتباطات این وسط از من نمیتونم کشفش کنم. بفهم. ما امیدواریم که چند وقت پیش وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که روابط مستقیم با ایران از سر گرفته میشه. امیدواریم که به زودی شاهد افتتاح مجدد سفارت انگلستان در تهران باشیم و در فتح مجدد سفارت انگلیس بتونیم این اسناد رو از اونجا خارج کنیم. سری قبل متاسفانه فقط نماز جماعت اونجا در حیات سفارت خونده شد، یه عده خودجوش و بر صورت علاقمند به دیوار نبردی رفتن، در حالی که پلیس هم مواظب بود که کسی یه وقتی
به هر حال مزاحم کسانی که ورزش میکنن روی دیوارهای تهران نشه. رفتن سفارت انگلیس رو گرفتن. من مطمئنم اسناد و تصاویری هم که شما دارید تماما از انگلستان به دست اومده، چون این رو خودم از روی توی تلویزیون ایران دیدم که گفت این اسنادش همش توی انگلیسه. توی انگلیس هم یک جاییه که ما نمیدونیم کجاست، یعنی محل مشخص خاصی نیست، ولی توی انگلیسه. الان تقریبا 35-6 ساله که خیلی چیزها توی انگلیسه و این هم این فوتوکوپی ها هم همش اونجاست، تصاویر، عکس ها و چه بسا عکس ها و فیلم ها و مستندات دیگری از لحظه باز شدن در تا تکون خوردنش، ضربات چکش در و دل هر ذره، و شاید اصلا اشعار دیگری باشه در تایید این موضوع که حتی شاید الان مثلا ما نمیدونیم، چون به شیعه ربط پیدا نمیکنه، ولی بعید نیست که نسبیت یه چیز حدود 7-8-10 هزار سال قبل توسط ما کشف شده باشه و ما برو خودمون نیاوردیم از آقایمون. خب این ببینید، من وقتی انشتن شیعه هست که تردیدی نیست، وقتی کسی مثل آیت الله کنی میگه که هیچ جای تردید نیست، من بارها گفتم این نمیذارن این شهرت عالمگیر بشه. ما البته ما حق ما بختیاری ها لورها هرچه که نام بدید، خب خیلی در این مسیر هم پایمال شده. ما بارها گفتیم الیزابت تیلور لور بوده، اینو ثابت هم کردیم، کسی قبول نکرد، حتی شما. الان آقای کنی هم میگه انشتین شیعه بوده، کسی قبول نمی کنه. البته شما مطمئنم قبول دارید، نداری؟ 100% من اصلا از قبل قبول داشتم و خود از دفتر مجلس خبرگان هم اتفاقا یه ایمیلی اومد برای من که این رو تایید میکنید، من تایید کردم. نه الیزابت تیلور میگم، آقای رضایی. آه تیلور اون شما الان ما دستان زیر سنگ، هرچی شما بگید ما تایید میکنیم. اختیار نه، برای برنامه شما هم هست، این شما میتونید تایید نکنید. حالا جای سوفیا لورن جای تردید هست، ولی شما در مورد لوره و هاردی هم یه ادعایی داشتید اگه اشتباه نکنم. بله، البته همین که فرمودید، خیلی از عوامل ناشناس سعی کردن با تغییر به اصطلاح حمزه یا فتحه رو تبدیل به زمه کردن، یکی از جنایتکاران تاریخ رو به ریش ما لورها بختیاری ها ببندن و اون هیتلر بود، میگفتن هیتلره، میگفتن خیر چنین نیست، ما به هیچ وجه هیچ نسبتی نداره، این یک جنایتکار بزرگ تاریخ، اینم از توطئه‌ای بود که انجام دادن، همونطوری که کسانی که دشمنان ادعای کنی هستن نخواستن و بقیه که نخواستن شیعه بودن انشتین فاش بشه. اما شب عید هست آقای رضایی عزیز، باز یک کشفیات دیگه ایم، دو تا کشفیات داریم. یکی این کشف شده در ولایت که ولایت فقیه که ماهی قرمز اصلا یک خریدش ضد اخلاقی است، سنتی نیست، بهداشتی نیست، محیط زیست رو لطمه میزنه بهش. یک کشف اینه. یک کشف هم پنج حشره در جمهوری اسلامی کشف شده. چرا علم حشره شناسی فقط این همه بالا رفته در تهران، در ایران؟ در زمینه ماهی قرمز کشفیات میگه که ما ظاهرا اینطوری نیست که ما الان همه چیز از چین وارد کنیم و اینها، در گذشته های دور ما یه چیزایی هم به چین صادر میکردیم، بعد از خود چینی ها همونو وارد میکردیم، یعنی این ریشه تاریخی داره. ماهی قرمز رو اینجور که من خوندم گفتن که ما به چینی ها دادیم، بعد اونها خیلی خوششون اومد و برصورت بعدش ما از چینی ها این رو گرفتیم به عنوان یک رسم و سنت، و درست در زمانی که متاسفانه ما از فرهنگ و تمدن و تولیدات چین به درستی هیچ وقت استفاده نمی کنیم و به دلیل همین استفاده های غلط فکر می کنیم که محصولات چینی واقعا کیفیت و اعتبار ندارن، درست در زمانی که چینی ها ماهی قرمز رو آزاد می کردن، اینجور که اسناد کشف شده اعلام کرده که اینها در اون زمان ماهی قرمز رو به آب آزاد می‌سپردن و آزاد می‌کردن، ما درست همون زمان متاسفانه
به دلیل فرهنگ غلط اومدیم ماهی قرمز رو حبس کردیم توی شیشه، توی حبابی و آب رو گذاشتیم سر سفره هفت سینمون. متاسفانه من امیدوارم یک بار دیگه اگر چینی ها هم نتونستن، مغول ها حمله کنن و این سنت های غلط رو پس بگیرن. حقشونه که این ماهی قرمز رو چی بکنن. اما اون قسمت ماهی قرمز که گفتن باعث آلودگی میشه، من درست متوجه نشدم. گفتن در هنگام خرید و در هنگامی که تو خونه میخوان بذارینش توی آب دستکش استفاده کنید، نمیدونم چه مریضی هایی از طریق ماهی قرمز منتقل میشه یا شده تا الان یا ما گرفتیم اجداد ما همه گرفتن، نمیدونم. یکی همین که گفتم که ماهی قرمز خلاف چیز موازین و اخلاقی، ضد اخلاق. بله بله، وجود خرید ماهی قرمز ضد اخلاقی است. متاسفانه این مرزهای اخلاقی چون هر روز باریکتر میشه، ما متوجه نمیشیم چه جور جانورهایی میتونن این رو زیر پا بگذارن. در مورد حشرات کسی مثلا ممکن ببخشید، من در مورد حشرات چون شما با اسناد توی انگلیس دسترسی دارید میپرسم، اسم حشرات احیانا با سین و اینا که شروع نمیشه در راستای غنی‌سازی؟ نه خیلی، نه، حشرات اسامی عجب غریب فرنگی بهشون دادن، بیشتر لاتینه، یعنی بیشتر برمیگه به ریشه‌های یونانی. شاید این هم از تو کتاب‌های خارجی در اومده باشه اسامی، حداقل حالا اگه خود حشرات جایی چیز نشده. ولی به هر صورت بعد از اینکه بعد از ماجرای یونس پلنگ ایرانی، کشتار یونس پلنگ و اینها، این که حیوانات از اون بر اگر منقرض میشن از این بر حشرات کشف میشن، حشرات جدید، این خودش جای امیدواری داره. حالا چون شما مسائل شرعیات رو به مراتب وارد هستید، واردتر هستید، من چون در برنامه ویژه خودتون میبینم که اونجا مسائل شرعی رو برای مسلمین و مسلمات حل میکنید و راهنداش میگید، این خرید ماهی قرمز غیر اخلاقی است، یعنی غیر شرعی هم هست یک جوری؟ این یعنی این احتمال وجود داره که مثلا یک کسی الان شبیه تو خیابون استانبول تهران مثلا بخواد ماهی قرمز بخواد دستگیر بشه، گشت ارشاد، به عنوان یک کار خلاف اخلاق یا حتی مجازاتش در حد مثلا چه میدونم جرمای بر اسلامی شناخته بشه؟ دستگیری که در ایران به هر دلیلی میتونه اتفاق بیفته. شما اگه ماهی قرمز میتونن به دلیل حمل ماهی سفید هم حتی دستگیر کنن کسی رو و میتونن در مراحل بررسی پرونده حکم اعدام هم صادر بکنن. این اتفاق افتاده. به یک خانم محجبه در، اگه اشتباه نکنم، تجریش حمله شده، دو نفر حمله کردن و اخبارش در تمام سایت ها هست. پرونده در مرحله بررسیه، شاکی هنوز در مرحله شکایته، اما از احتمال صدور حکم اعدام صحبت میشه. میگن خان بخشیده خانگولی نمیبخشه، خود طرف شکایتی ظاهرن همچین نداره، ولی خب قانون باید حقشو بگیره. مسئله مهم دستگیریه که در اون لحظه اتفاق افتاده، کشف شده بعدن که یکی از کسانی که حمله کرده از اهل ارمنستان هست، قطعا تا یه روزهای آینده ارتباط ایشون با گروه های سرطرف بر و حکمش طبیعتا اعدامه. وقتی قرار اینها ثابت بشه، خب برای چی از اول حکمشو ندن؟ خب سه تا شخصیت هست، حمله کننده، هم کسی که به حمله شده، یه شخصیت هم از حجاب. بله، حکمه برای اونه، حالا اون کسی که حجاب سرش بوده اون زیاد مهم نیست شکایت کنه یا نکنه، اینو باید در نظر. قانون میگیره، حق رو میگیره در ایران، یعنی درست. اصلا کاری نداره درست. کسی شاکی درست. باشه یا کسی حمله کننده حجاب باشه یا ماهی قرمز یا سفید، هرچی، قانون تعارف نداره در ایران. یعنی ممکنه کسی که خریدار مثلا یه کارمند ساده دولت رفته سر چهارراه استانبول با هزار بدبختی ماهی قرمز گرفته و کوچکترین و ارزونترین و داره میری گشت ارشاد بگیره، شما اینجوری دارید چی میگن ایجاد بدبینی میکنه، یعنی ممکنه به مرور حتی تبدیل بشه
به چیز دیگه، یعنی جرمش بشه در حد زنای محسنه مثلا به این جام سر در بیاد. بستگی داره. ببینید شما دارین میگین یه کارمندی با بدبختی بره بگیره، این کارمند اول باید ثابت کنه که برای چی در نظام اسلامی اصلا بدبخت شده، در شرایطی که تمام مستضعفان جهان و ازشون خوب شده، ایشون با چه انگیزه تروریستی و به قصد براندازی چه سیستمی چه چیزی در حکومت ایشون اصلا اعلام بدبختی میکنه که همین حکمش اعدام. اصلا ما به ماهی و اینا اون چیزا انگیزه خرید و اینها شالا نمیرسیم، قانون میگیره این حرفا رو. نه اتفاقا صحبت ماهی شد، این همین کارمند دولتی که صحبت میکنی مشابهش هست در کار برتولد برشت هست که برخلاف بسیاری که فکر میکنم بسیار برش آدم اخمود چیزی بوده، بسیار نمایشنامه‌های کمدی طنز کمدی بسیار درجه یکیست، یعنی بیشتر از اون جنبه نگاه کرده به تراژدی هایی که هست. مثلا آدم هستش، آدم میبینه همون کالیگه قهرمانش همسرش میفرسته به یه ماهی بخره، سیر امور اونو میبره به جاهایی میرسونه که نمیدونم سرت بازجویی‌های اس‌اس آلمان در میاره، خودش تبدیل به یک آدم دیگه میشه و سر از جاهای عجب غریبی در خواهد آورد. به هر حال امیدواریم که یک سوال من دارم، این سوال قبل از اینکه جنبه سنتی علمی هرچی که دارین شرعی، معمولا من دقت کردم روی سفره هفت سین ماها، درسته که هفت سین هست ولی همیشه بیشتر از هفت سین هست، دقت کردین شما؟ چرا؟ الان بشمورید، شاید بخواید بشمورید از هر طرف که راه بیفتیم میبینیم بیشتر از هفت سینه، هشت گاهی نه تا سین روی سفره هفت سین. من فکر میکنم حالا ماهی قرمز البته سین نداره، ولی به خاطر اینکه تو این سالهای گذشته عموما یکی از سینهای سفره هفت سین با بدبختی تهیه میشه، یا اینکه میره جزء تحریم ها، یا یه دفعه غیر اخلاقی اعلام میشه، ما یه چند تا فکر میکنم سین یدک سر سفره میذاریم که اگه این اتفاقات افتاد و مثلا سمنو یک دفعه رفت تو لیست تحریم ها، میشه این اتفاقا میفته به دلیل تدبیر نظام یه موقعی ممکنه و پافشاری برای حق غنی‌سازی این اتفاقا ممکنه. اگه مثلا سنجد سکه شما حساب کنید، مثلا سکه الان ملت واقعا دل خون میذارن سر سفره هاشون، اگه این اتفاقات افتاد به هر حال ما داشته باشیم سینای یدک داشته باشیم، سنت ها رو متاسفانه برخلاف اون چیزی که گفته میشه ملت هنوز خیلی ارج می نهند، خیلی براشون مهمه و به جا می آره. خب کم کم هم چهارشنبه سوری داره میرسه. من تلویزیون ایران رو در یک دو روز گذشته نگاه می کردم، دیدم که تمام مهمان های برنامه به هر مناسبتی، اصلا مهم نیست مناسبتش چی باشه، کارکنان آتش نشانی هستن و این نشون میده که چقدر این اصلا این هم یک سنت غیر اخلاقی هست که از چین احتمالاً وارد شده، یعنی چینی ها از ما گرفتن بعد یه دستی به سر گوشش کشیدن دوباره ما از چین آوردیم و حالا احتمالاً بعداً هم گفته میشه درست در روزی که چینی ها آتش رو در قفس میکردن ما آتش رو آزاد میکنیم و این حرفا، ولی خیلی جالبه، من امیدوارم ادامه پیدا کنه. یه مقداری این زهرا مخصوصا کارشناس خانواده و اینا که میاره، اینا رو هم از کارمندان آتش نشانی بیارن، به هر صورت مطمئنن خیلی بهتر از کارشناسای خانواده اخلاق و اینا زهر تلویزیون صحبت کنن. اینی که میگی چینی از ما خیلی چیز یاد گرفتن، خیلی دیگه هم یاد گرفتن، مثلا روسا، آقای حسین لاجوردی میگه در سر قضیه اوکراین میگه روسا از ما یاد گرفتن که چطور جلو آمریکا بایستن. حرف قابل تعملیه نیست؟ من نشدم این رو، روسا از ما یاد گرفتن جلوی آمریکا بایستن ما. بله، یعنی در قضیه اوکراین که پوتین بله. خط نشون کشیده اینا، آقای حسین لاجوردی که معرف حضور هست کیهان بله. نوشته بله درود بر روسها که البته از ما که در برابر آمریکا ایستادیم اونا هم سرمشق گرفتند. من چیزی که در برابر آمریکا ایستادم همون برات بفهم
اون چیزی که الان بهش فکر میکنم که مهم نیست کی از ما چی یاد میگیره، مهم اینه که ما بعدش دوباره اون چیزی که اونا از ما یاد گرفتن رو چجوری وارد میکنیم. یعنی من امیدوارم دفعه بعدی که ما قرار جلوی امریکا بایستیم، خوشبختانه جلوی امریکا ایستادن چون اصلا هیچ وقفه‌ای توش نیست، یک ضرب ما مقابل امریکا ایستادیم، این اتفاق شاید یه خود دیر بیفته، ولی اگر وقفه ای افتاد دفعه بعدش که ما خواستیم جلوی امریکا بایستیم مدل روسیش نیستیم واقعا، من مدل خودمون بایستیم الان خیلی بهتره، حداقل خنده‌دارتره. نشستن راحت‌تر نیست؟ آدم هر چند میخواد بگه نشسته میگه. ما تا آخر ایستاده ایم، این اصلا شعار نظامه، ما تا آخر ایستاده ایم. بله ظریفی بعد از این یه زیرا گذاشته بود و توضیحاتی، چون شما خیلی به امور مدعی آقای رضایی علاقمند هستید، این به جای هم مرز اون بر مرزای ایران هم رفته به عراق، یکی از مدعاهان در عراق، مدعای شیعه هم هست اتفاق، مورد حمایت نوری المالکی نخست وزیر که میگن دست نشونده تهران هست به اسم ملا باسم کربلایی، ایشون پیشنهاد کرده سرود ملی عراق رو بسازه مدعا. خیلی هم عالی میشه، خیلی هم عالی میشه، ما امیدواریم ایشون کارشو با موفقیت در عراق انجام بده، بعدش بیا تو ایران هم بسازه. گاهن خود مدعاها برامون، برای خود مدعای خودمون برای ما چرا سرود ملی نمیسازه؟ این هم یکی از چیزاییه که دیگران از روی ما یاد میگیرن بعد ما واردش میکنیم. ما الان داریم به عراقی‌ها یاد میدیم که چجوری از روی مدعاهای ما سرود ملی بسازن. چند سال دیگه ما این رو، این تکنولوژی رو از عراق وارد میکنیم و برای خودمون میسازیم. شما عجله میکنید آقای چمن. آن شاید مثلا ما سرود ملی، البته در جمهوری اسلامی من نمیدونم چه چیزی رو میشه گفت ملی، میشه گفت ملی یا نه نمیدونم. والا وقتی به پژو 405 فرانسه میشه گفت خودروی ملی دیگه، به چرا نمیشه گفت مدعی، چرا نمیشه گفت ملی؟ چون آقای خمینی گفته بود ملی‌گرایی خلاف اسلام است، نبود؟ آقای خمینی خیلی چیزا گفته بوده، خیلی چیزا قرار بود، الان دیگه قرار نیست و به قول باز اون دوست عزیزم و ملت یادشون رفته، شما هم یادشون نیار. اوف بله، به هر حال ما به این دلیل میگم خب به همین دلیل چیزی هم ملی نیست. چهارشنبه سوری شما در ما بالاخره آقای رضایی نه دخالت میکنم نه کاری داریم، شما لیل میرین کل میان، این رفت آمده این مشکوکی شما برای چی هست و جلوگیری از اخباری مثل همین اخبار مربوط به انشتین هست و نیست برحال، ولی چهارشنبه سوری امیدوارم در هر جا که هستیم بهتون خوش بگذره. همینجور شما بینندگان خوبمون و ملت ایران هر جا که هستن، برحال آتش برپا نکنید روی مرز آلمان و فرانسه و از روی اون بپرید بین لیل و کل. نیست نخی، من رفت آمد میکنم هر بار لنگه در رو چک میکنم ببینم تکون میخوره یا نه که بدونم با چه سرعتی رفتم، یه جنبه تحقیقاتی داره. منتظر نتیجه تحقیقات هستیم، به این نتیجه رسیدیم، قانع شدیم که طبق گفته آیت الله کنی از ارکان اساسی نظام همچون فیروز آبادی و بقیه و رفسنجانی که ارکان واقعا محکم نظام هستند، انشتین از کنم شیعه بود. روان شاد با همه کسانی که به علم و نسبیت و اینها اعتقاد دارن، یعنی پذیرفتن و خدماتی که انشتین به بشریت کرده، به همین خاطر سپاس بسیار از آقای رضایی عزیز. ممنونم از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال، سند و سبلان، آسماری کوساران تفتان، دنا دراک و تابشان، بر فلات ایران زمین دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته. We'll be right back.